کتابخانه صوتی فارسی زبانان تقدیم می کند. همراهان گرامی، لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخانی و افزایش دانش همگانی با فشردن دکمه سابسکرایب و لایک و به اشتراک گذاردن آثار این شبکه ما را در این امر خطیر یاری فرمایید. برای دانلود و بازدید از دیگر آثار فرهنگی ما نیز لطفاً به پایگاه اینترنتی www.farhangfarsi.com مراجعه فرمایید. انسان و سمبول‌هایش، نوشته کارل گوستاو یونگ و برخی دیگر از روانشناسان و محققان معاصر با وی. کتاب انسان و سمبول‌هایش چشمانداز روشنی از اثرات اسطوره‌ها و سمبول‌ها در اشخاص به طور فردی و جامعه با عنوان مهمترین رکن شاکله فرهنگ پیش روی قرار می‌دهد. صفحه 226. این قسمت از رویا یادآور مناسک قدیمی است که در آن دیونیزوس را به هیئت گاو با شادی و احترام جلوه می‌دادند. اما رویا به همین جا خاتمه نیافته بود. زن به سخنان خود چنین افزود: کمی بعد تن گاو با یک پیکان طلا سوراخ شد. اینک می‌گوییم که علاوه بر دیونیزوس یک آینه دیگر قبل از مسیحیت وجود داشت که در آن گاو یک نقش سمبولیک ایفا می‌کرد. میترا یا مهر، خورشید خدای ایرانی، گاوی را قربانی می‌کند. او نیز مانند عرفه نماینده آرزویی است برای یک زندگی روحانی که بر عواطف حیوانی ابتدایی انسان غالب شود و پس از نوعی تشریفات ورود به او آرامش بخشد. این رشته از تصاویر نکته ای را که در بسیاری از تخیلات یا رویاهای متوالی از این قبیل یافت می شود تایید می کند و آن این که هیچ گونه آرامش نهایی و هیچ گونه حد توقف نهایی وجود ندارد. مردان و زنان، مخصوصا آنهایی که در جوامع نوین مسیحی غرب زندگی می کنند، در جستجوی مذهبی خود هنوز مقهور سنت‌های اولیه‌ای هستند که در باطن وجودشان برای تفوق تلاش می‌کنند. این کشمکشی است بین عقاید شرک و مسیحیت و شاید بگوییم بین تولد مجدد و رستاخیز. یک نشانه مستقیم‌تر برای حل این مشکل را باید در نخستین تخیل این زن یافت، در یک سمبولیسم عجیب که ممکن است به آسانی مورد بی‌اعتنایی قرار گیرد. او میگوید که در دهلیز مرگ منظره ای از صلیب‌های سرخ و دایره‌های طلا دید. همان گونه که بعداً در تجزیه و تحلیل او آشکار شد، او در آستانه تجربه یک تغییر عمیق روانی بود و می‌رفت که از این مرگ وارد نوعی زندگی جدید شود. بنابراین ما می‌توانیم تصور کنیم که این تصویر که در بحبوحه نومیدی او از زندگی بر او نمودار شد، میبایست به نحوی پیشگوی وضع مذهبی آینده او باشد. در تخیلات بعدی او، دلایلی بر صحت این فرض وجود دارد که صلیب‌های سرخ نماینده وفاداری او به مسیحیت بود و حالان که دایره‌های طلا اخلاص او را به مذاهب رمزی پیش از مسیحیت نمودار می‌ساخت. رویای او
به وی می گفت که این عناصر مسیحیت و شرک در یک زندگی جدید که در جلوی او بود باید سازش یابند. یک نکته دیگر که آن نیز مهم است مربوط می شود به مناسک باستانی ورود و رابطه آن با مسیحیت. مناسک ورود در آیین الئوزی، مراسم پرستش دمتر و پرسفون، الهه‌های باروری، فقط برای کسانی که می‌خواستند با رفاه بیشتری زندگی کنند مناسب نبود، بلکه برای آماده شدن جهت مرگ نیز به کار می‌رفت. چنانکه گویی مرگ هم مستلزم نوع مشابهی از مناسک عبور است. پاورقی الئوزی الیوزینین ELEUSINIAN دمتر DEMETER پرسفون PERSEPHONE ادامه متن. روی یک خاکستردان، ظرف محتوی خاکستر مرده که در یک گور رومی نزدیک کولومباریوم بر روی تپه اسکویلین قرار دارد، ما یک نقش برجسته واضح می‌یابیم که نماینده مناظری است از مرحله نهایی مراسم ورود که در آن نوآموز به محضر الهه‌ها و مصاحبت با آنها بار می‌یابد. پاورقی کولومباریوم COLUMBARIUM اسکویلین ESQUILINE ادامه متن. بقیه نقش به دو آیین مقدماتی تطهیر اختصاص دارد، یکی قربانی خوک مرموز و دیگری صور عرفانی ازدواج مقدس. همه اینها به مراسم ورود به مرگ اشاره دارد، ولی به شکلی که فاقد مرحله نهایی از است و آن عنصر اسرار بعدی، مخصوصاً اسرار اورفیسم را نشان می‌دهد که مرگ را حاوی وعده جاودانگی می‌سازد. پاورقی اورفیسم ORPHISM ادامه مد. مسیحیت حتی از این هم فراتر رفت و چیزی بیش از جاودانگی وعده داد که به معنای قدیمی اسرار ادواری ابدی ممکن است فقط معنی تجسید مجدد را داشته باشد، زیرا که به صاحبان ایمان زندگی جاودانی را در آسمان عرضه داشت. از این رو ما در زندگی امروز دوباره گرایشی به تکرار نمونه‌های قدیمی می‌بینیم. کسانی که باید مواجهه با مرگ را یاد بگیرند ممکن است مجبور باشند پیام کهنی را از نو بیاموزند. این پیام به ما میگوید که مرگ رازی است که ما باید با همان روح تسلیم و فروتنی که زمانی جهت آماده شدن برای زندگی آموختیم خود را در برابر آن آماده کنیم. صفحه 230 سمبول‌های تعالی پاورقی Symbols of Transcendence SYMBOLS OF TRANSCENDENCE ادامه مد. سمبول هایی که بر انسان اثر دارند از حیث مقصود متفاوتند. برخی از مردم باید انگیخته شوند و مراسم ورود آنها مستلزم این است که خشونت مناسک تندر دیونیزوسی را تجربه کنند. پاورقی مناسک تندر Thunder Rite THUNDER RITE ادامه مد. دیگران احتیاج به منقاد شدن دارند و در مناسکی که در محوطه معبد یا غار مقدس طبق نظم خاصی انجام می‌گیرد و اشاره به مذهب آپولونی یونان متأخر دارد به اطاعت درمی‌آیند. ورود کامل حاوی هر دو موضوع فوق است، همان چیزی که در مطالب متون قدیم یا در انسان‌های زنده نیز نمایان است.
اما کاملا معلوم است که هدف اساسی آیین ورود متوجه رام کردن وحشیگری طبیعت جوانی است که به حیله‌گر شباهت دارد. بنابراین علارغم خشونت آیینی که برای اجرای این رویه لازم است، منظوری متمدن سازنده یا روحانی کننده در میان است. محاذا نوع دیگری از سمبولیسم وجود دارد که جزئی از قدیمی ترین سنت‌های مقدس شناخته شده ماست و آن نیز با دوره‌های انتقالی در زندگی شخص ارتباط دارد. اما این سمبول‌ها در پی سازگار ساختن نوآموز با نوعی تعالیم مذهبی یا وجدان گروهی غیر مذهبی نیستند، بلکه برعکس احتیاج آدمی را به رهایی از هر گونه حالت خام، ثابت یا قطعی می‌رسانند. به عبارت دیگر این سمبول‌ها مربوطند به نجات انسان از یا تعالی او بر هر گونه الگوی وجودی محدود کننده که ممکن است ضمن حرکت وی به سوی یک مرحله عالی‌تر یا بالغ‌تر در رشد او ظاهر شود. چنانکه گفتیم کودک دارای احساسی از کمال است، اما فقط پیش از نخستین بروز خودآگاهی من خیش. در شخص بالغ احساس کمال از طریق اتحاد خودآگاهی با محتویات ناخودآگاه ذهن انجام می‌گیرد. از این اتحاد آن چیزی ناشی می‌شود که یونگ آن را عمل تعالی روح نامید که بدان وسیله انسان می‌تواند به عالی‌ترین هدف خود برسد و آن عبارت است از آگاهی کامل از امکانات بالقوه خود. از این رو آنچه ما سمبول‌های تعالی می‌نامیم سمبول‌هایی هستند که کوشش انسان را برای رسیدن به این هدف می‌نمایانند. این سمبول‌ها وسیله‌ای فراهم می‌آورند که با آن محتویات ناخودآگاه وارد ذهن خودآگاه می‌شود و نیز خودشان نمایش فعالی هستند از محتویات مذکور. این سمبول‌ها دارای اشکال متعددند و ما چه در تاریخ و چه در رویاهای مردان و زنان معاصری که در مرحله بحرانی زندگی خود هستند به آنها برخورد کنیم، اهمیت آنها را می‌توانیم ملاحظه کنیم. در قدیمی‌ترین صورت این سمبولیسم ما دوباره با موضوع حیله‌گر روبرو می‌شویم، اما این بار او دیگر به عنوان یک قهرمان احتمالی خودسر ظاهر نمی‌شود. او اکنون به یک شامان یعنی درمانگر قبیله تبدیل شده است که عملیات جادویی و قدرت شهودی فوق‌العاده‌اش او را به یک استاد آیین ورود ابتدایی تبدیل کرده است. پاورقی شامان SHAMAN. ادامه متن. قدرت او در قابلیت فرضیش به تک جسم و توان پرواز در اکناف جهان به سان یک پرنده نهفته شده است. در این مورد پرنده مناسب ترین سمبول توالی است و این سمبول نماینده ماهیت عجیب شهود است که از طریق یک واسطه عمل می کند، یعنی فردی که قادر است با فرو رفتن در یک حالت شبه خلسه معلوماتی درباره وقایع دوردست یا حقایقی که او به طور خودآگاه درباره آنها چیزی نمی داند به دست آورد. پاورقی واسطه میدیم MEDIUM. ادامه متن. همانطور که جوزف کمپبل دانشمند امریکایی در تفسیر خود درباره نقاشی‌های مشهور کشف شده در یکی از غارهای فرانسه گفته است، شواهدی از این گونه توانایی‌ها را می‌توان به عصر نوسنگی ماقبل تاریخ منسوب دانست. پاورقی جوزف کمپبل GOSEPH CAMPBELL. ادامه متن. او می نویسد در غار لاسکو تصویری از یک شامان هست که در حالت خلسه دراز کشیده و پرنده‌ای در روی عصایی که در کنار او هست نشسته است. پاورقی لاسکو LASCAUX. ادامه من. شامان‌های سیبری تا امروز لباس‌های به هیئت پرندگان می پوشند و اهالی آن سامان معتقدند که بسیاری از آنان را مادرشان از پرنده‌ای آبستن شده است. پس شامان
نه تنها یک فرد آشناست، بلکه فرزند محبوب قلمروهای قدرتی است که برای ذهن خودآگاه معمولی ما نامرئی است و همه ممکن است آن قلمروها را به طور زودگذر در عالم بیداری ببینند، ولی او همچون فرمان روایان می تواند از همه آنها گذر کند. در اوج این نوع فعالیت آینه ورود، ما یوگی های بزرگ هندو، جوکی ها را می بینیم که با جادوگران حق بازی که می خواهند نقش صاحبان بصیرت روحانی را بازی کنند بسیار فرق دارند. این یوگی ها در حالت خلسه از سطح عادی تفکر فراتر می روند. یکی از عادی ترین سمبول های رویا برای این نوع آزادی از طریق تعالی موضوع سفر تنهای زائر است که تا حدی به زیارت روحانی شباهت دارد که طی آن ناموز به ماهیت مرگ آشنا می شود. اما این مرگ به منزله آخرین داوری یا آزمایش دیگری به عنوان آینه ورود نیست، بلکه سفری است از خلاصی، تسلیم نفس و کفاره که با روحی از شفقت رهبری و تقویت می شود. این روح غالباً به جای یک معلم آینه ورود به صورت یک معلمه اسرار جلوه‌گر می شود، به هیئت یک شخصیت فائق مؤنث، یعنی روان زنانه، مانند کوان یین در بودایزم چینی، سوفیا در دکترین عرفانی مسیحی یا پالاس آتنا الهه خرد در یونان باستان. پاورقی کوان یین KWAN خط فاصله YIN سوفیا SOPHIA پالاس آتنا PALLASATHENA. ادامه متن. نه تنها پرواز پرندگان یا سفر در بیابان نماینده این سمبولیسم است، بلکه هر حرکت نیرومندی نیز که نمایشگر خلاصی باشد چنین است. در نخستین قسمت زندگی، وقتی که انسان هنوز به خانواده اصلی و گروه اجتماعی مرتبط است، این را می توان مانند لحظه ورود که در آن انسان باید گام‌های قطعی را به تنهایی در زندگی بردارد تجربه کرد. این لحظه است که تی اس الیوت در سرزمین هرز بدین گونه وصف می کند. پاورقی تی اس الیوت تی نقطه اس نقطه E-L-I-O-T سرزمین هرز The Wasteland T-H-E-W-A-S-T-E-L-A-N-D ادامه مرد. جسارت وحشتناک یک لحظه تسلیم که عمری احتیاط را توان عقب نشینی از آن نیست. در دوره بعدی زندگی، انسان ممکن است به گسستن تمام پیوندهای خود با سمبول‌های پرمعنی محدودیت نیازی نداشته باشد. ولی با این حال، انسان می‌تواند با آن روح نارضایی الهی که تمام مردم آزاد را مجبور می‌کند با یک کشف جدید روبرو شوند یا به روش نوینی زندگی کنند، پر شود. این تغییر ممکن است در دوره بین سنین متوسط و دوران پیری اهمیت ویژه پیدا کند. دوره‌ای که در آن بسیاری از مردم در فکر اشتغال ایام بازنشستگی خود هستند و نمی‌دانند که کار کنند یا تفریح و در خانه بمانند یا سفر کنند. اگر زندگی آنها ماجراجویانه، ناامن یا پر از تغییر باشد، ممکن است در آرزوی یک زندگی مستقر و تسلیت‌های یقین مذهبی باشند. اما اگر عمر خود را به طور عمده در محیط اجتماعی زادبوم خود گذرانده باشند، ممکن است خواستار یک تغییر آزادی بخش باشند. این احتیاج ممکن است موقتاً با سفر دور دنیا یا حداقل تغییر مکان به یک خانه کوچک رفع شود. اما هیچ یک از این تغییرات خارجی به کار نخواهد آمد مگر اینکه نوعی تعالی درونی از ارزش‌های قدیمی، نه در ابداع کردن محض بلکه در آفریدن الگوی جدیدی از زندگی صورت گیرد. موردی از این نوع اخیر زنی است که دارای یک زندگی آرام و راحت بود. زندگی که او
خانواده‌اش و دوستانش از آن لذت برده بودند، چرا که بنیادی خوب و فرهنگی پرمایه داشت و از تغییرات گذرای مد روز در امان بود. او چنین خواب دیده بود: من چند تکه عجیب چوب پیدا کردم که کندکاری نبود ولی شکل‌های طبیعی زیبایی داشت. کسی به من گفت انسان قارنشین آنها را آورده است. بعد من این انسان‌های قارنشین را در فاصله دیدم که مانند یک توده تیره رنگ به نظر می آمدند، اما نتوانستم یکی از آنها را به طور مشخص ببینم. فکر کردم که می توانم تکه‌ای از چوب آنها را از آنجا با خود بیاورم. آنگاه پیش رفتم، مانند سفری که بخواهم به تنهایی انجام دهم و به پایین به گودال بزرگی که به دهانه یک آتشفشان شبیه بود نگاه کردم. در قسمتی از آن گودال آب بود و در آنجا من انتظار داشتم که عده زیادتری از انسانهای قارنشین ببینم، اما در عوض خوک‌های آبی سیاه رنگی دیدم که از آب بیرون می‌آیند و به دو از سنگ‌های آتشفشانی بیرون می‌آیند و دوباره به داخل آنها می‌روند. برعکس علایق خانوادگی این زن و وضع بسیار فرهیخته زندگی او، رویا او را به یک دوره ماقبل تاریخ می‌برد که از هر چه که ما بتوانیم در نظر آوریم ابتدایی‌تر است. او نمی‌تواند در میان این مردم باستانی هیچ گروه اجتماعی پیدا کند. او آنها را از دور به صورت یک توده تاریک به تمام معنا جمعی و ناخودآگاه می‌بیند. با این حال آنها زنده‌اند و او ممکن است تکی از چوبشان را با خود ببرد. رویا مؤکد این است که چوب طبیعی است، نه کندکاری. بنابراین از یک سطح ابتدایی برمی‌خیزد، نه از یک سطح شرطی شده ناخودآگاه. تکه چوب که از لحاظ قدمت زیاد خود قابل توجه است، تجربه معاصر این زن را به ریشه های بسیار بعید زندگی انسان می پیوندد. ما از مثال های متعدد در می آبیم که یک درخت یا گیاه قدیمی نماینده سمبولیک رشد و تحول زندگی روانی است که با زندگی غریزی فرق دارد. سمبول این زندگی معمولاً حیوانات هستند. از این رو در این تکه چوب آن زن سمبولی از ارتباط خود با عمیق‌ترین لایه‌های ناخودآگاه جمعی به دست آورد. بعداً او از ادامه سفر تنهای خود سخن می‌گوید. این موضوع به طوری که قبلاً به آن اشاره کردم، نمایشگر خلاصی از طریق تجربه نوعی آینه ورود است. بنابراین ما در اینجا به سمبول دیگری از تعالی برمی‌خوریم. بعد در خواب حفره بزرگی از یک آتشفشان خاموش می‌بیند که مجرای بوده است برای خروج مواد گداخته از اعماق زمین. ما می‌توانیم حدس بزنیم که این قسمت ارتباط دارد به اثری از یک خاطره مهم که متکی است به یک تجربه دردناک. این را او به یک تجربه شخصی در زندگی گذشته خود مربوط می‌ساخت که در آن نیروی مخرب و در این حال خلاق عواطف خود را بدان حد احساس کرده بود که ترسیده بود دیوانه شود. او در اواخر نوجوانی خود یک نیاز ناگهانی به گسستن از محیط اجتماعی کاملا قراردادی خانواده خیش احساس کرده بود. این گسستگی بدون حراس شدید صورت گرفته بود و وی سرانجام توانسته بود به خانواده خیش بازگردد و با آن آشتی کند. اما هنوز آرزوی عمیقی در او وجود داشت که زندگی خود را از زمینه خانوادگیش متمایزتر سازد و راهی برای آزاد شدن از الگوی هستی خود پیدا کند. این رویا رویای دیگری را به یاد می آورد که مربوط به مردی جوان است. مشکل این مرد چیز دیگری بود، ولی چنین می نمود که به بینشی مشابه با بینش رویا بین فوق احتیاج داشت. او هم کشش شدیدی در خود به تمایز و تغییر احساس می کرد. او آتشفشانی را در خواب دیده و مشاهده کرده بود که دو پرنده از دهانه آن خارج شده و به طوری با سرعت پرواز می کنند که گویی آتشفشانی در شرف وقوع است. صحنه این واقعه جای عجیب و دورافتاده‌ای بود و آبگاهی بین او و آتشفشان قرار داشت. در این مورد رویا نماینده یک سفر انفرادی آینه ورود است. این مورد در قبایل ساده‌ای که برای جمع‌آوری مواد غذایی به نقاط مختلف مسافرت می‌کنند
و از هر قوم دیگری به خانواده کمتر پابندند نیز دیده شده است. در این جوامع، نوآموز جوان باید سفری به تنهایی به یک مکان مقدس بکند. در فرهنگ‌های سرخپوستان کناره اقیانوس کبیر شمالی، این مکان ممکن است یک دریاچه کوهستانی باشد که طی آن در یک حالت رویایی یا شبه خلسه او روح محافظ خود را به شکل یک حیوان، یک پرنده یا یک شیء طبیعی می‌بیند. او هویت خود را با این روح جنگلی شبیه می‌انگارد و وارد مرحله مردی می‌شود. یک درمانگر قبیله آکوماویی می‌گوید که بدون این سفر مرد قبیله یک سرخپوست عادی یا فردی بی اهمیت تلقی می‌شود. پاورقی آکوماویی ACHUMAUI ادامه متن. رویای آن مرد جوان در آغاز زندگی او اتفاق افتاد و به استقلال و هویت آینده او به عنوان یک مرد دلالت داشت. زنی که من درباره او سخن گفتم به پایان زندگی خود نزدیک می شد. او نیز سفری مشابه آن را در خواب دیده بود و گویی او نیز به استقلالی نظیر آن احتیاج داشت. او می توانست بقیه ایام زندگی خود را هماهنگ با یک قانون انسانی ابدی زیست کند که به سبب قدمت خود از سمبول‌های شناخته شده فرهنگ فراتر می رفت. اما چون این استقلالی شبیه به انفصال یوگیوار که منظورش دست کشیدن از دنیا با تمام ناپاکی‌های آن است نیست. زن مورد بحث در دورنمای مرده و منهدم شده رویای خود نشانه هایی از زندگی حیوانی دیده بود. این حیوانات خوک‌های آبی بودند که وی هرگز قبلا ندیده بود و بنابراین نوع جدیدی برای او بودند، نوعی که می تواند در دو محیط زندگی کند، در آب یا خاک. این کیفیت عمومی حیوان به عنوان سمبول تعالی است. این مخلوقات که مجازن از اعماق مادر زمین بیرون می آیند، ساکنان سمبولی که ناخودآگاه جمعی هستند. پاورقی مادر زمین Earth Mother ERTH MOTHER ادامه ایمت. آنها با خود یک پیام زیرزمینی به حوزه خودآگاهی می آورند که تا حدی با بلند پروازی های معنوی که پرندگان در رویای مرد جوان سمبول آن بودند فرق دارند. سایر سمبول های تعالی اعماق روح عبارتند از جوندگان، سوسمارها، مارها و گاهی از اوقات ماهی ها. اینها مخلوقات حد فاصلی هستند که فعالیت زیر آبی و پرواز پرندگان را با زندگی در روی زمین توأم می کنند. به عنوان نمونه می توان اردک وحشی یا قورا مثال زد. شاید معمول‌ترین سمبول تعالی در رویا مار است. همانطور که به عنوان سمبول شفا در ایسکولاپیوس خدای پزشکی روم نماینده شده است و هنوز هم به صورت علامت حرفه پزشکی باقی مانده است. پاورقی ایسکولاپیوس ASCULAPIUS ادامه من. این سمبول در اصل یک مار درختی بی‌زهر بود. منظره این مار به آن صورت که به دور عصای یک خدای شفادهنده پیچیده است، نوعی میانجیگری بین زمین و آسمان در نظر ما القا می‌کند. یک سمبول مهمتر و رایج‌تر از تعالی زیرزمینی، مایه اصلی دو افعی به هم پیچیده است. اینها افعی‌های مشهور هند باستانند که افعی‌های ناگا نامیده می‌شوند. پاورقی ناگا NAGA ادامه ایمد. و ما آنها را در یونان به شکل افعی‌های به هم پیچیده در انتهای عصای متعلق به رب و نوع موسوم به هرمس نیز می‌یابیم. پاورقی هرمس HERMES ادامه من. یکی از مجسمه‌های ستونی در یونان باستان ستونی سنگی است که مجسمه نیم‌تنه رب و نوع مذکور بر فراز آن قرار دارد. پا
پاورقی، مجسمه های ستونی، هر، H-E-R-M. ادامه متن. در یک طرف آن افعی های به هم پیچیده و در طرف دیگر یک آلت رجولیت در حال نعوض قرار دارد. چون این افعی ها در حال ارتباط جنسی نمایانده شدند و آلت رجولیت در حال نعوض نیست، بدون هیچ گونه ابهام نشانه چنین ارتباطی است، ما می توانیم نتیجه بگیریم که کنش مجسمه ستونی ارائه نوعی سمبول باروری است. اما اگر تصور کنیم که این فقط به باروری بیولوژیک اشاره دارد، اشتباه می کنیم. هرمس هیلگری است که با نقش دیگری مانند پیام‌آور، خدای چهار راه‌ها و بالاخره راهبر ارواح به جهان زیرزمینی و از آنجا به خارج. بنابراین آلت رجولیت وی از جهان شناخته به جهان ناشناخته نفوذ می کند و در جستجوی یک پیام نجات و درمان است. هرمس اصلا در مصر به عنوان رب و نوع سوس که سری شبیه سر لک لک داشت مشهور بود و به همین جهت نماینده اصل تعالی به صورت یک مرغ شناخته شده بود. پاورقی سوس ثوت THOTH. ادامه مد. و نیز در دوره اولمپی اساطیر یونان هرمس مشخصات زندگی پرنده را باز یافت تا بر قدرت طبیعت زیرزمینی خود که به شکل افعی بود بیفزاید. عصای او در بالای افعی ها بالدار شد و به عصای بالدار مرکوری تبدیل یافت و خود آن خدا با کلاه بالدار و کفش هایش به صورت مرد پرنده در آمد. پاورقی مرکوری MERCURY. ادامه مست. در اینجا ما قدرت کامل تعالی را می‌بینیم که از صورت زیرزمینی خودآگاهی مار از مرحله حد واسط حقیقت این جهانی می‌گذرد و سرانجام با پرواز خود به تعالی ماورای انسانی یا فوق حقیقت انسانی می‌رسد. چون این سمبول مرکبی را می‌توان در نمودهای دیگری یافت، مثلا به صورت اسب بالدار یا اژدهای بالدار یا سایر موجوداتی که در مظاهر هنری کیمیاگری فراوانند.
همراهان گرامی، لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخوانی و افزایش دانش همگانی با فشردن دکمه سابسکرایب و لایک و به اشتراک گذاردن آثار این شبکه ما را در این امر خطیر یاری فرمایید. برای دانلود و بازدید از دیگر آثار فرهنگی ما نیز لطفاً به پایگاه اینترنتی www.farhangfarsi.com مراجعه فرمایید.